به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران و خواهران عزیز، مردم شریف تاجیکستان، باز یک سال گذشت، باز یک سال پر از غم، پر از اندوه، پر از درد و پر از ناامیدی. من بسیار افسوس میخورم که مردم ما امروز گرفتارند، گرفتار بیماری، گرفتار کمبخلی، گرفتار بیبرقی، گرفتار ناامیدی، گرفتار ناتوانی. من امروز بسیار افسوس میخورم که بسیار مردم ما عصبی هستند، بسیار مردم ما محتاج شدند، بسیار مردم ما زندگیشان تنها به خاطر آن میگذرد که یک بوره نان برای فرزندان خود در گوشه های گوناگون دنیا آماده کنند. من بسیار افسوس میخورم که امروز فرزندان ما را در روسیه سر میبرند، فرزندان ما را در زندان ها نگه میدارند، فرزندان ما را در سری هر یک قدم تحقیر میکنند. در همین 21 ساله که حکمت رحمانوف در سر قدرت است، تنها بدبختی بالای سری مردم ما آورد. ما دیگر باید به یک خلاصه بیاییم. امروز ما باید بحث شیعه و سنی، بحث کمونیست و اسلامی، دموکرات و لیبرال بودن را یک طرف گذاریم و همه برای یک مقصد، برای یک راه، برای یک مرادنامه کار کنیم. و این مقصد و این مرامنامه و این برنامه زندگی ما باید خلاصی از رژیم قاتل، از رژیم رحمانوف باشد، از رژیمی که واقعا یکی از خونخوارترین، ظالمترین و زشتترین رژیم در جهان معاصر است. برادران و خواهران عزیز، ما امروز باید، من شمالی و جنوبی، من زرافشانی و ختلانی، من بدخشانی و حصاری نگوییم. ما باید امروز خود را من تاجیک و ازبیک نگوییم. ما همه شهروندان تاجیکستان هستیم. ما امروز همه باید برای نجات تاجیکستان کوشش کنیم. من در صفحه های مطبوعات، در سایت های اینترنتی بسیار میخوانم که ما همیشه بهانه میجوییم. بهانه میجوییم که ما لیدر نداریم. بهانه میجوییم که ما برنامه نداریم. بهانه میجوییم که ما این و آن نداریم. لیکن باور کنید، میگویند که هر کس پیش از همه باید گریبان خود را بکند. امروز هر کس باید به خود سوال دهد که تو برای آزادی تاجیکستان چی کار کردی؟ شخصا خودی تو چی گام برداشتی؟ چی قدم زدی؟ چی کار کردی؟ ما باید هر روز به خود این سوال ها را دهیم. دیگر وقتی بحث منومو نیست، دیگر وقتی تفرقه اندازی نیست، وقتی جدای اندازی نیست. ما در ورطه نابودی، ما در ورطه مرگ قرار دادیم. برای همین من خواهش میکنم که ما باید همدیگر را ببخشیم. از جمله من آماده هستم و صمیمانه از هر یک شما، از هر یک سیاستمدار، از هر یک روزنامه‌نگار، از هر یک شهروند تاجیکستان عذر پرسم، بخشش پرسم، پوزش خواهم که شاید آن انتظارهایی که شما از من داشتید من نتوانستم که آنها را برآورده کنم، من نتوانستم که آنها را پیاده کنم. ما امروز باید با هم بیاییم و زندگی را از یک ورق سفید، از صفر سر کنیم. همه را فراموش کنیم،
همرو ببخشیم. ببینید ما باید افتخار کنیم که امروز ما حزب های سیاسی، سیاستمداران ارزنده، ژورنالیستان ارزنده، روشنفکران ارزنده داریم. چنانده که فردوسی میگوید 200 مرد جنگی به 100 هزار. ما بسیار نیستیم، ولی کمی ما از بسیار دیگران بسیارتر است. ما شانس تاریخی داریم که در نزدیکترین مدت از رژیم رحمانوف خلاص شویم. برای همین ما باید از همه بحث های دیگر، باز یک بار دیگر، بحث تاجیک و ازبیک، بحث شیعه و سنی، بحث حزب ها، بحث شخصیت ها بگذاریم و همه راه نجات رو جوییم. راه نجات ما فقط در اتحاد است، در وحدت است. وحدت در سخن نه، وحدت در عمل، وحدت در کار، وحدت در زندگی است. شما ببینید محمد روزی اسکندروف حیاتش را برای آزادی ما بخشید و محمد روزی اسکندر را حبس کردند. اما ما چیکار کردیم؟ آیا ما یک بار پرسیدیم که محمد روزی اسکندروف چه حال دارد؟ فرزندان وی در کجایند؟ زندگی و چون است؟ ما میدانیم که سالهای آخر یعقوب سلیموف، غفار میرزایف و ده‌ها نفران دیگر هم میخواستند که از رژیم رحمانوف ما را نجات ببخشند. آنها را حبس کردند. ما برای آنها چیکار کردیم؟ یا مثال آخرین زید سعیدوف. با زید سعیدوف 26 سال زید سعیدوف را حبس کردند. اما ما چیکار کردیم؟ معلوم می شود که بیانه های ما، سخنگویی های ما، عرض داد های ما سودی ندارد. ما باید دانیم که با این رژیم قاتل تنها با میتود های دیگر باید مبارزه بریم. امروز ما باید همین حزب ها، همین سازمان ها، همین شخصیت های تاثیرگذار تاجیکستان با هم بیاییم و با هم یک برنامه تهیه کنیم که در آن فقط یک نقطه باشد: خلاصی از رژیم امام علی رحمانوف. بعد انتخابات که یک مسخره بازی بیش نبود، تاجیکستان را ناامیدی فرا گرفت. بسیار آدمان در فکر آن هستند که وطن را ترک کنند. بسیار آدمان، من میدانم که آنها جامدان های خود را جمع میکنند تا به یگان کشور دیگر سفر کنند. اما این راه نجات نیست. وطن دیگران، وطن کس به ما وطن نمی شود. ما باید که وطن خود را آباد کنیم. برای همین من خواهش میکنم که وطن را ترک نکنید. برعکس، اونهایی که وطن را ترک کردند باید به وطن برگردند. ما باید وطنمون را از این توده اوباش، از این توده ظالم، از این توده قاتلان آزاد نماییم. من به نمایندگان وزارت دفاع، کمیته امنیت و وزارت امور داخلی تاجیکستان مراجعه میکنم. برادران عزیز، شما این رژیم را حمایت نکنید. افتمدها را به زمین گذارید. مردم را نترسانید. باور کنید این بدبختی که امروز در سر مردم تاجیکستان آمده است به سر شما هم میآید. برای همین حمایت از این رژیم حمایت از ظلم است. حمایت از این رژیم حمایت از حماقت است. حمایت از این رژیم حمایت از بی‌ناموسی و بی‌شرفی است. ببینید در دنیا تغییرات های زیاد می شوند و مردم و جاده ها می ریزند. من باور دارم که اگر ما 50,000 100,000 نفر اقلا یک بار گردی همایی کنیم، با هم آییم، من باور دارم که رحمانوف اولین شده خودش وطن را ترک می کند. اولین شده خودش با اهل آیدش از تاجیکستان می گریزد. ما نباید از تاجیکستان گریزیم، باید آنها از تاجیکستان گریزند. باید آنها گریزه شوند. باید آنها عذاب گریزگی را کشند. باید فرزندان آنها عذاب مهاجرت را بیند. باید آنها به قدر ما و شما می رسند. باز یک بار من از شما خواهش می کنم، انتخاب زیاد دارید،
میخواهید به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بپیوندید، میخواهید به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بپیوندید، میخواهید به حرکت مردمی وطندار بپیوندید و به حزب های دیگر. اما همه ما باید دانیم که ما یک حزب داریم، این حزب حق است، حزب راه حق است، راه پروردگار است، راه خدا است، راه الله است. و همه ما باید یک برنامه داشته باشیم از بین بردن رژیم رحمانوف. ما دیگر راهی نداریم، دیگر همه راه ها بیراهند. بخاطر همین با ما پیوندید، با ما باشید، سر بلند کنید، صدا بلند کنید که تاجیکستان را از این رژیم آزاد نماییم. ما باید اثبات نماییم که ما اولاد بزرگان هستیم، ما باید اثبات کنیم که ما ناموس داریم، ما باید اثبات کنیم که هنوز در ما مردها و جوان مردها و سربداران هستند. و باور کنید مبارزه بر ضد رحمانوف بهترین مبارزه است و هر یک نفری که در همین مبارزه اشتراک میکند قهرمانی واقعی، قهرمانی اساسی، قهرمانی حقیقی خلق تاجیکستان شد. با امید پیروزی، با امید قهرمان ها، با امید قهرمانی های شما. خدا نگهبان، خدا حافظ.